در ادامه این داستان نقد مخربی نکته بگم، این قضایا از قدیم الایام بوده، یعنی از زمان یونان 2500 سال قبل تا همین اکنون. برای مثال یه نمونه درخشان و جذابش خود آقای حافظه. جناب حافظ یه رفیق فابی داشته به اسم آقای محمد گلندام که بعد از مرگ ایشون آقای گلندامه که دیوان حافظ جمع‌آوری میکنه و یه مقدمه می‌نویسه و ما بیشتر اطلاعاتمون درباره حافظ از این مقدمه است. تو مقدمه گفته که کار شمس الدین محمد حافظ، شغل شاغلش تتبع و بررسی دیوان قدما بوده. یعنی چی؟ یعنی یه جور منتقد و نقد مثل عمرای زمان خودش. و کتابای آقای خرمشاهی و کسای دیگر هم که مطالعه کرده باشین، اشارات مکرره که حافظ ده ها و صد ها بیت آقای سعدی، سلمان ساوجی، خواجه کرمانی، مسعود سعد سلمان و غیر و غیره رو برداشته، چکشکاری کرده، تخریب کرده، لهش کرده و درخشانتر داده بیرون. یه همچین چیزی کار نقد گاهی. حافظ یه مورد ویژه است، خودش نیست که باش مسابقه کنیم و از این قضیه مطلع بشیم، ولی این کار کرده. یعنی که نظر آقای گلندام و عمل آقای حافظ به همدیگه میخورد. حالا میخوام بهتون بگم که هر منتقدی ناتوان نیست، درخشانش هم هست و درخشان خوبش که همچین آقاییه، این بزرگوار. نظرتونو بگید فعلا.